قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه نؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك صفيك ومبلغ رسالاتك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من خودم را و شما بزرگواران را به رعایت تقوای الهی سفارش می کنم. همان گونه که عرض کردیم، اربعین حسینی از راه می رسد. ما با تجلیل از اربعین حسینی، به تجلیل از آموزه های الهی و ارزش های دینی می پردازیم. در کنار تمام این ارزش هایی که با اربعین بازخوانی می شود، یکی از آموزه های اربعین که عبارت باشه از آموزه سیاسی اربعین باید مورد بیتوجهی قرار نگیرد. ما با اربعین حسینی اعلام می کنیم آنچه را که سید الشهدا در راستای سیاست دینی و حکومت اسلامی فریاد میزد، ما هم بر آن تاکید میکنیم. انصافا امام حسین چه چیز را در رابطه با سیاست دینی میخواست؟ امام حسین علیه السلام حرکت عدالت طلبی و حق خواهیش در ادامه حرکت و حق خواهی و عدالت طلبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و خودش هم اعلام کرد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بعد فرمود و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. سیره سیاسی من سیره سیاسی رسول خداست، سیره سیاسی من سیره سیاسی خلیفه رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام است. پس حرکت اربعینیه در راستای ترویج تفکر سیاسی امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام حکومت فاسد یزید را به دلیل قبول نکرد که او گناه را و فساد را و بدعت را ترویج میکرد و به دلیل قیام کرد که سنت را زنده کند، ارزش های الهی مثل عدالت و حقوق انسانی را در جامعه زنده کند. روی این لحاظ است که امام علیه السلام عدالت خواهیش در امتداد عدالت خواهی رسول الله، حق خواهیش در امتداد حق خواهی رسول خدا، ارزشگراییش در امتداد ارزشگرایی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. امام حسین در میان را خطبه ای خوان و حدیث را از جد بزرگوارش پیغمبر خدا نقل کرد. فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رعا سلطانا جائرا، اگر کسی پادشاه ظالم را ببیند، مستحلا لحرم الله که حرام خدا را حلال می شمرد، ناکسا لعهد الله عهد خدا را می شکند، مخالفا لسنت رسول الله
مخالف سنت رسول خدا حرکت میکنن. یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان بندگان خدا با گناه و دشمنی زندگی میکند و عمل میکند. فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، اگر کسی با عمل خود و با گفتار خود بر تغییر تأکید نکند و در مسیر مبارزه گام بر ندارد، کان حقا علی الله اید خوده مدخله، بر خدا حق است که او را به جهنم بفرستد و او را از عذاب خود برخوردار بسازد. اربعین فقط زیارت نیست، اربعین فقط روزه نیست، اربعین فقط سینه زنی نیست، بلکه اربعین تجلیل از صدها ارزش الهی و دینی است که در دل اربعین نهفته شده. لذا یکی از ارزش هایی که در اربعین تجلیل می شود ارزش به نام تفکر سیاسی امام حسین علیه السلام است. روی همین لحاظ است که وقت ما زیارت وارث رو میخوانیم این گونه سلام میکنیم، میگیم السلام علیک یا وارث آدم صفی الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. حسین جان تو وارث آدمی، تو وارث نوحی، تو وارث ابراهیمی، تو وارث موسایی، تو وارث عیسایی، همه اینها به یک طرف، تو وارث محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تو فقط وارث خون رسول خدا نه، وارث نسب رسول خدا نه، وارث مال رسول خدا نه، بلکه تو وارث تفکر رسول خدایی، وارث اندیشه رسول خدایی، وارث مکتب سیاسی و فکری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستی. پس ما حسین را فقط حسین نه، بلکه وارث پیغمبر و پیامبران الهی میدانیم. او بر مبنای سنت و زدودن بدعت و اصلاحات گامهای سیاسی خود را بر می‌داشت. من امیدوارم جوامع اسلامی نیز به این سمت حرکت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.